این یه ویدیو برای خودکشی من. محمد مرادی تو تهران این کارو نکرد. ببینید، من باورم اینه که محمد یک مبارز بود، محمد دست به قلم بود، نویسنده بود، در فرانسه این کارو کرد و خیلی هم تیز هوشانه این کارو کرد. مدام هم داره تکرار میکنه من مشکل روانی ندارم، هیچ بیماری روانی و مشکل روانی ندارم، من فدا میکنم این جان را از خودم میگیرم تا یک اعلان خطری بکنم. محمد مرادی به ما یک مسئله رو در نهایت گفته: استمرار. به همین دلیلی که داریم میگیم وسط انقلاب هستیم. هدف من از این خودکشی کشوندن توجه اروپایی ها، کشورهای اروپایی و مردم غربی به مسئله ایران. در همین چند ساعت گذشته خبری منتشر شد مبنی بر خودکشی یک جوان ایرانی در فرانسه. فکر کردم بد نباشه کوتاه درباره خودکشی و همچنین رابطه خودکشی و شرافت صحبت بکنیم. عزیزان، تاریخ جهان رو وقتی نگاه میکنیم یاد اون جمله میفتیم که ظاهراً یکی از سرداران یونانی به سربازان ایرانی به طعنه گفته بود که شما برای نان میجنگید و ما برای شرافت، و سرباز ایرانی ظاهراً بهش گفته که آدم‌ها برای آنچه که ندارند میجنگند. یعنی ما نان نداریم میجنگیم و شما برای شرافت، به دست آوردن شرافت دارید میجنگید. این داستان ما رو متوجه یک امر بسیار مهم میکنه، اون که زندگی میکنیم، زنده هستیم، میجنگیم، میکشیم، تمام امکانات رو استفاده میکنیم برای بقا، برای اینکه حضور داشته باشیم. امروز وقتی من خبر مرگ خودخواسته محمد مرادی رو شنیدم، دوباره متوجه این قضیه شدم، درگیر شدم با این مفهوم که انسان، آدمی به چه نقطه ای میرسه که دیگه با خودش میگه اینجا اون نقطه پایان منه، و نه فقط به عنوان یک فرد، بلکه مرگ من به مثابه اعلان خطر، به مثابه یک پرچم هشدار. دیدید وقتی دریا، اونایی که اهل آب هستن میدونن، موقعی که دریا کولاک میشه، هوا داره خراب میشه، یه پرچم قرمزی میزنن، چهار نفر اونجا وای میستن، مسافر و توریست و اینا که میاد متوجه میکنن ببین آب خراب. وضعیتی که محمد مرادی با مرگ خودش برای ما ایجاد کرد به نظر من اون پرچم است، اعلان خطر است، اینکه ببینید وضعیت به چه نقطه‌ای داره کشیده میشه. ما اینو در تاریخ زیاد داشتیم، یعنی شما یه کوچولو سرچ بکنید خودکشی، زیاد اطلاعات به شما داده میشه. ممکنه یه بخشش اطلاعات مربوط به روانشناسی و روانپزشکی باشه که دلایل متفاوتی مثل استرس و استراب و در واقع مشکلات مالی و مشکلات خانوادگی، همه اینها دست به دست هم میده. و حتی الان جدیداً بحث بر سر این است که بعضی از آدم‌ها بیولوژیک بر اساس بدنشون که ارتباط حتما به ژنتیک داره، اینها آمادگی بیشتری رو برای خودکشی دارن. این یه بحث جداگانه است، مربوط به علمه. ما امروز ولی در مورد علم نمیخوایم حرف بزنیم، من امروز میخوام در مورد شرافت حرف بزنم. دقیقاً جایی که تو مثل یک سامورایی، اون هاراکیری که داریم میگیم، یه مرگ خودخواسته معمولی نیست که مثلا نفر از دختر خودش جدا بشه، ناراحت بشه، بره خودش خودکشی بکنه. من نمیخوام اونو تأخیر بکنم، میخوام بگم مرگ در یک جای دیگه داره اتفاق میفته، اون اسم شرافته. ما تمام بحثمون با آدم ها سر شرافته. من به خاطر شرافت خودم را نمیفروشم، من به خاطر شرافت به کسی خودم رو وصل نمی کنم، من به خاطر شرافت خم نمیشم، من به خاطر شرافت نمیدونم دست از شهرت میکشم، دست از پول میکشم، دست از قدرت میکشم. خیلی مباحث مهمه. یعنی تمامیت آن چیزی که ما رو به عنوان انسان شاید جدا بکنه از یه بخش جدی از جانوران دیگه، همین مفهوم است که یک مفهوم خود ساخته است، این مفهوم که فی نفسه وجود نداره، که ما بر اساس حضورمون در زمین، در زمین جغرافیایی، در اون منطقه‌ای که هستیم، ما بر اساس روابطمون دوچار یک مفهومی میشیم که این مفهوم میشه پایه وجود و حضور ما در جهان، اسمش هم شرافته. حالا در مواجهه با یک نظام سفاک فاسد، من اون کلمه فاسد میبینید همش تکرار میکنم، بعضی موقع بچه‌ها میگن آقا چرا اینقدر میگی فاسد فاسد، این کراپشن، این فاسد بودن، این فساد، دقیقاً در مواجهه با شرافت است. وقتی میگیم، وقتی تو خیابونم داد میزنن بی شرف، یعنی تو به یه چیزی پشت کردی، تو به خاطر مصالح و منافع شخصی، فردی، حتی گروهی، تو به یک چیز بزرگتر پشت کردی.
و محمد مرادی وقتی که میاد از عزیزترین نزدیکترین چیزی که داره و تمام داشته یک آدمی، ما به جز بدنمون هیچی نیستیم، تمام ما بدنمونیم دیگه، و این بدن است که قرار شرافت را تعریف کنه. از این وقتی که میگذره، یعنی پرچم، اون پرچم اعلان خطر دریا رو داره میاره بالا، میگه ببینید دستتونو گرفتن، پاتونو بستن، به زنجیر کشیدن، جوونتونو دارن میکشن، دست شیر و خورشیددارو میشکنن و میکشن، مهسا رو میکشن. این یعنی جای دیگه نذاشتن که تو در اونجا سکونت بکنی، تو رو آواره کردن. و این دوباره خطاب به اون کسانی که از این واژه بیرون گود استفاده میکنن. محمد مرادی تو تهران این کارو نکرده، با اینکه حالا ما آمار خودکشی‌های در ایران رو داریم، در فرانسه این کارو کرده و خیلی هم تیز هوشانه این کارو کرد. مدام هم داره تکرار میکنه من مشکل روانی ندارم و من مسئله ندارم و من خیلی آگاهانه دارم میدونم. حالا ما هم نمیتونیم فعلا قضاوتی بکنیم، به هر حال پرونده پزشکی رو بریم ما نیست، اما ما به آنچه که میگه و به آنچه که داره انجام میده نگاه میکنیم، این دو رو با هم دیگه منطبق میکنیم، میگیم بله. پس دیگه نمیشه گفت که این آدم ضعیف بوده این کارو کرده. نه، خودکشی در بسیاری از مواقع، همون سبک سامورایی هاریکیری هم که مثال زدم، یا در جاهای دیگه، ما میخواییم بفهمیم که چقدر این مسئله خودکشی و رابطهش با بدن، با اراده، با اختیار، با عزت نفس، با شرافت ربط دارن اینا به هم دیگه. نگاه بکنیم ببینیم نظر ادیان چیه، چرا ادیان مقاومت میکنن در مقابل خودکشی؟ به خاطر اینکه بدن تو رو از آن تو نمیدونن، بدن تو از آن خداست. یا در یک نگاه سوسیالیستی کمونیستی باز هم به همین ترتیبه، بدن تو از آن خلق است، بدن تو از آن یک مفهوم دیگه است. اما در جهان آزاد، در فکر آزاد و انسان آزاد، میگه من بدنم از آن خودم هست، من بدنم رو در راه آزادی، در راه میهن و در راه آگاه کردن هم میهنان میام فدا میکنم، این جان را از خودم میگیرم تا یک اعلان خطری بکنم. خیلی با ظرافت باید پیش بریم دیگه، ما قرار نیست که بیایم تشویق کننده خودکشی باشیم، همینجا هم باید سریعا بگیم، اما حواسمون هم باید باشه. نمیتونیم بیایم کسی رو که در راه آزادی از جان خودش میگذره اون رو تخته‌ای بکنیم، اون رو بخوایم تحت فشار قرار بدیم و بگیم که تو نه، تو آگاه نبودی، تو ترسیدی. نه، اون از سر شجاعت اتفاقا این کارو کرده. تبتیا رو ببینید، ممکنه الان 4 تا آدم غریبه با این تبتیا بشینن حرف بزنن، با این روحانیانشون، شما این همه خودسوزی کردید، خب در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ حکومت فاسد چین همچنان سلطه داره رو منطقه و شما هم در بسیاری از موارد آواره هستید. اما اون میگه من نتیجه ها رو نگاه نمی کنم، من به راه هم دارم نگاه میکنم. این آدمایی که بغل وایسادن هی میگن چی میشه چی میشه، حالا ما بعدم جداگانه باید در رابطه با این واژه چی میشه آخرش صحبت بکنیم، این دقیقاً کسایی هستن که بغلن. کسی که وسط جنگ نمیگه چی میشه، کسی که داره کار میکنه نمیگه چی میشه، ساختمون رو باید بسازی و ببری جلو. یه جماعتی میان تو تظاهرات و بعدم میرن، حالا تحت تاثیر احساسات و خبر و اینور اونور. کسانی که پای میدان میمونن، این برنامه‌ی ما تعطیل نمیشه، شعر گفتن تعطیل نمیشه، با نظام جنگیدن تعطیل نمیشه، اینها ادامه خواهد داشت. به همین دلیل که داریم میگیم وسط انقلاب هستیم، به این دلیل که محمد مرادی ها حضور دارن، وجود دارن در داخل ایران هم به همین ترتیب. تا زمانی که اون نظام فاسد تکلیفش مشخص نشه، داستان همینه و ما ناگزیر هستیم از بدنها محافظت بکنیم. ما حواسمون بیش از پیش باید به خودمون باشه که چجور روحیه‌ها رو ببریم بالا، چجور تقویت بکنیم و چجور اعلان خطر همچنین بکنیم به دشمن. یه چیزی بین این کسایی که درگیر میشن، اهل دعوای خیابونی هستن، بابه دیگه، اونایی که در دوران جاهلیت این کار کردن میدونن، تو وقتی که چیزی رو در میاری، یه خط رو خودت میکشی، بدن خودت میکشی، اون نفری که جلوی تو وایساده اون تکلیفش با تو مشخص میشه، میگه این به خودش رحم نمیکنه، دستش به من برسه که منو دیگه میندازه. خودکشی بعضی موقع این معنا رو هم داره، یعنی اینکه ببینید ما به بدن خودمون هم رحم نمیکنیم، ما با خودمون هم شوخی نداریم، تکلیف تو که مشخصه، بازی مشخص و رو به جلویی، هیچ وقت نباید بپرسیم چی میشه. ما فقط به کاری که داریم انجام میدیم باید باور داشته باشیم، نمیگم ایمان،
باور باید داشته باشیم، مصمم باید باشیم، ادامه دار باید باشه، مثل موسیقی، مثل هنر، مثل هر عمل دیگه، مثل ورزش. محمد مرادی به ما یک مسئله رو در نهایت گفته: استمرار. نجنگیم باختیم، ادامه ندیم قطع میشیم. باور نداشته باشیم به راهمون و فکر نتیجه باشیم، وسط راه میمونیم، خسته میشیم. اینا نکات بسیار مهمیه که مدام ده ها بار، هزاران بار این داستان نباید فقط از طرف من و یه چند نفر دیگه تکرار بشه. این حالت تشویقی، تحریک کنندگی، این مدام باید ادامه داشته باشه. تک تکتون وظیفه دارید، پیجی که دارید، ده نفر دنبالت میکنه اشکال نداره، تو نسبت به اون ده نفر مسئولی. این چیزیه که مدام باید بگیم. الان نسبت به اعلان خطری که محمد مرادی هم کرد ما مسئولیم. این آدم به خاطر ایران، به خاطر میهن، به خاطر مردم اون سرزمین از جان خودش گذشت. ما یک بار برای همیشه باید این پاسخ رو به خودمون بدیم: میخوایم از همه چیمون در راه ایران بگذریم یا نه؟ تعارف هم نداره، همه مشکلات خانوادگی دارن، همه مسائل اقتصادی دارن، میدونیم که بسیاری از موارد این مسائل هست. یک بار و یک جا باید تعیین تکلیف بشه. الان جمعیت ایرانی خارج از کشور به اندازه یک کشوره، 8 میلیون کم نیست. این 8 میلیون اگر متحد باشه، ببین چه قدرتی خواهد داشت. دیگه اون موقع کسی مثل محمد مرادی خودکشی نمی کنه. پس مسئول جان محمد مرادی ها من و شما هستیم. با حضورمون تو خیابون، با تداوم، با استقامت، با تشویق، با کار تولید محتوا، با نقد، با ایجاد چالش و مقاومت در مقابل نظام، با قدرت پیش میریم.